پرهام کچچیان هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای. جلسه هشتم داربوکا رو می‌خوایم با هم شروع کنیم. قبل از اینکه جلسه هشت رو شروع کنیم، هفت جلسه پشت سر هم داشتیم. لطفاً اگه ندیده باشیم بریم ببینیم که درس‌هایی که تو این جلسه می‌دیم و در جلسات بعد و در جلسات قبل همه‌شون مفید باشه و بهتر متوجه بشیم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم، دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش یادتون نره که تابش کنید و فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنید. خب میریم سراغ جلسه هفتم، یه سری بزنیم به جلسه هفتم، آخرین تمرین و درس جدیدی که تو جلسه هفتم دادم میخوام اینجا یه کوچولو بزنم و سریعتر که ببینیم چه جوری میشه، بعد بریم سراغ درس‌های جدید. خب ببینین، آخرین تمرین جلسه هفتم به این شکله. یه ذره سریعتر میزنم. و همین راحتی، یک کوچولو سریع‌تر و یک کوچولو روان‌تر. بریم سراغ درس‌های جدیدمون ببینیم چی داریم. میریم سراغ درس‌های جدیدمون. درس جدید میزان لنگ. میزان لنگ چیه؟ لنگ نه، لنگ. میزان لنگ ببینین، هم یک ترکیب دوتایی و هم یک ترکیب ستایی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک ضربه بوم هم قابل تقسیم دو قسمته و هم قابل تقسیم سه قسمته. یعنی یک سیاه و یک سیاه نقطه دار میتونیم در میزان ها داشته باشیم. فقط مبتنی بر این نیست که هر ضربمون قابل تقسیم دوتا باشه یا هر ضربمون قابل تقسیم سه تا باشه. در میزان ضرب‌های مختلف و فیگورهای مختلفی میتونیم جا بدیم. یعنی هم میزان‌های ساده و هم میزان‌های ترکیبی رو میتونیم در یک میزان جا بدیم که میشه همون میزان لنگ. خیلی ساده و راحت. خب مثلا میگیم که 1 2 1 2 3 1 2 سیاه، 1 2 3 سیاه نقطه داره که میشه 1 2 1 2 3، که همین تمرینی که الان شما دارین میبینین در واقع سیاه چنگ سیاه. خب سیاه همون که 1 2 همونه، 1 2 3 چنگ و سیاه میشه یک سیاه نقطه دار. 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. خب آرومتر میشمرم. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. میبینی خیلی راحته، خیلی راحته. پس فکر نکنین که سخته، خیلی راحته. یه بار دیگه این همین خط رو میزنن. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. خیلی راحت. میریم سراغ خط بعدی. همون 1 2 یا همون سیاه رو آورده تبدیل به دو تا دلو چنگ کرده، چنگ و سیاه هم ترجاش موندن. یعنی 1 2 و 1 2 و 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3. میبینین خیلی راحت. بازن به این شکل 1 2 1 2 3، یا 1 و 2 و 1 2 3، یا توم چپ بک چپ توم بک بک چپ بک چپ توم بک 1 2 1 2 3 بک بک توم بک بک. خب خط دوم رو به کل میزنم به این شکل میشه 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. میبینین خیلی راحته، خیلی راحته. فقط مدت زمانی رو حتما رعایت کنی و همین شیبه ای که داریم میزنیم و همین شیبه میتونین بزنیم. خب میریم سراغ خط سوم. میگه که 1 و 2 و 1 2 3، 1 و 2 و 1 2 3، 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3. خب با گویش حرکات برم. اینجوری میشه توم چپ بک چپ توم بک 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 چپ بک چپ توم بک بک توم توم بک بک چپ بک چپ توم بک. خب بدون گویش. به
همین راحتی. میریم سراغ خط بعدی. خط بعدی تو میزان اولش یه تکرار دو میزانی قرار گرفته، یعنی دو میزان آخر خط سوم رو تکرار میکنیم. خب میریم سراغ خط چهارم که میشه سکوت بک توم بک، یا یک دو یک دو سه، یک سکوت دو رو میزنیم، یک دو سه هم که همون سیاه هست، یک دو میبینی، یک دو یک دو سه، یک دو یک ببخشید، یک دو یک دو سه، یک و دو و یک دو سه بدون گویش. خب میریم سراغ خط آخر. خط آخر شما در نظر بگیرید یک دو و یک دو سه که داریم، یک رو سکوت کردیم، یعنی چنگ اول سکوته، دو تبدیل به دو تا دولا چنگ شده و یک مونده سر جاش، دو بسه هم که همون سیاهه، میشه یک دو یک دو سه، یک دو یک دو سه، یک دو یک دو سه، یا یک دو و یک دو سه، یک دو و یک دو سه، یک سکوته، یک دو و یک دو سه، یک و دو و یک دو سه، یک و دو و یک دو سه، یک دو یک دو سه. خب خط آخر رو یه بار دیگه میزنم. به همین راحتی و به همین آسونی میریم سراغ سکانس بعد. میریم سراغ تمرینات که شما تا جلسه آینده باید اینا رو خواهشاً تمرین کنی. در مورد میزان نماهای لنگ بهتون توضیح دادم تو سکانس قبلی و چند تا خط و تمرین هم واسهتون زدیم که بیشتر و بهتر متوجه بشیم. خب میریم سراغ تمرین. ببینین تمرین خیلی ساده است با شمارش یک دو یک دو سه، یعنی یک سیاه و یک سیاه نقطه دار، که حالا ترکیب سیاه نقطه دار میتونه چنگ و سیاه باشه یا ترکیب سیاهمون میتونه چهار تا دوله چنگ و دیگر فیگورهایی که یاد گرفتیم قبلا به اون شکل نوشته شده باشه. خب میریم سراغ خط اول، به این شکل میشه با شمارش میگم یک دو یک دو سه، یک دو یک دو سه. خب حالا میزان دومش یک و دو و یک دو سه، یک و دو و یک دو سه. خب یک دو یک دو سه، یک و دو و یک دو سه. خط اول به این شکل میشه بدون گویش، میریم سراغ خط دوم، یک دو و یک دو سه، یک دو و یک دو سه، یک دو و یک دو سه، یک و دو و یک دو سه. خب بدون گویش، ببینین خیلی راحته. میریم سراغ خط بعدیش، یک دو یک دو و سه و یک دو یک دو سه، یک دو یک دو و سه و یک دو یک دو سه بدون گویش. خب خط بعدی بدون گویش میزنم. خط بعدیش سکوت، به همین راحتی. خط بعدی خب خط آخر این تمرین، ببخشید به همین راحتی. خب میریم سراغ تمرین بعدی، از فیگورهای دیگری استفاده کردیم، از ترکیب نوت‌های دیگری استفاده کردیم که خیلی جذاب‌ترش می‌کنه. خط اولش به این شکل میشه، یه بار دیگه خط اول، خط دوم، خط بعدی یک دو یک دو سه.
ببینین خیلی راحته. اینا ترکیب سیاه و سیاه نقطه داره. خب بریم سراغ خط بعدیش. میگه تکرار بعدی خیلی راحته. فقط آخر میزان میگه بک بک چپ توم چپ چپ بک چپ چپ توم، یعنی به این شکل. خب چپ ها دوتاست با همین راحتی. خواهشان این تمرینایی که زدیم و نوتش اینجا قرار گرفته، خواهشان تا جلسه آینده اینا رو بزنین و یک کوچولو سریعتر، یک کوچولو روونتر و سریعتر بشه. خیلی سریع نمیخوام، روون بشه و نرم خواهشان زده بشه که بتونیم درس‌های بعدی و جلسات بعدی رو بهتر پیش بریم. بریم سراغ سکانس بعدی. جلسه هشتم هم تموم شد. تو این جلسه میزان نمایهای لنگ رو گفتم. لنگ هایی که مثلا هم دو ضربی ساده داره هم دو ضربی ترکیبی، یعنی یک ضربمون هم قابل تقسیم به دو بخشه و هم قابل تقسیم به سه بخش می باشد. خب خیلی راحت بود، خیلی سخت نبود. تئوریش هم گفتم بهتون، یه تئوری ساده گفتم، خیلی تئوری پیچیده نبود، یعنی تئوری رو کش نداریم. یه کوچولو توضیح داریم که هم ستایی داریم هم دوتایی. خب قبل از اینکه خدافظی کنم، لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم های آموزشی ما رو تو یوتیوب ببینید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.